نزار جاف، نویسنده و روشنفکر کرد عراقی، در یک مطلبی که در سایت ایلاف منتشر شده به انزوای رژیم و آخوندهای حاکم بر ایران پرداخته. سازمان مجاهدین خلق با مخالفت با اصل ولایت فقیه در مقابل این حکومت مذهبی ایستاد و با جابجایی تاج و عمامه مخالفت کرد. در این موضع که بر جدالی سخت بنا شده، هیچ راه بازگشت یا چانه‌زنی وجود نداشت و بدین سان سازمان مجاهدین خلق خصم اول و دشمن سرسخت رژیم شد. آخوندها به خوبی از نقش و حمایت توده‌ای از این سازمان آگاه بودند و به همین دلیل علیه آنها در دو پهنه داخلی و خارجی یک استراتژی بنا نهادند و این استراتژی از سال 1981 بلاوقفه ادامه داشته است. وقتی که ابتدای بنیانگذاری رژیم ولایت فقیه را مرور کرده، نقش و جایگاه خمینی را بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که سازمان مجاهدین خلق به تنهایی در مقابل این رژیم ایستاد و قداست آن را رد کرد و به آن به عنوان یک جلاد قاتل و خونخوار نگاه کرد. خمینی هم به سرعت حقانیت آنچه که سازمان مجاهدین در مورد او گفته بود را به اثبات رساند، به خصوص که موضع سازمان در محکومیت فتوای خونبار خمینی در موضوع اعلام جهاد علیه اکراد و به طور خاص در شهر سنندج و کشتار آنها با منتهای وحشیگری برای رژیم بسیار دردآور بود. قتل عام‌های خونین علیه اکراد در کردستان ایران بعد از فتوای خمینی در زمانی انجام شد که صحنه اعدام‌ها و قتل عام‌ها تحت نظارت آخوندهای وحشی در سایر نقاط ایران در جریان بود و این جنایت‌ها با منتهای وحشیگری و بربریت و به دور از معیارها و قوانین و حتی پرنسیپ‌های انسانی به مورد اجرا در می‌آمد. قتل عام 30,000 زندانی سیاسی از اعضا و هواداران سازمان در سال 1988 که سازمان عفو بین‌الملل آن را جنایت علیه بشریت قلمداد نمود نیز مورد دیگری بود که بر اساس فتوای ظالمانه خمینی صورت گرفت. قابل توجه است که تاریخ معاصر مطلقاً صدور چنین فتواهای خونباری را از سوی هیچ یک از علمای مسلمان بجز از سوی تشکیلات داعش به چشم ندیده است. البته باید بگوییم که داعش هم مظنون به داشتن رابطه با رژیم ایران است. نزار جاف، نویسنده و متفکر کرد عراقی، در ادامه می نویسد: جریانی در نیروهای مخالف رژیم ایران پیدا نمی شود که همچون سازمان مجاهدین خلق توجهات را در تمامی زمینه ها به خود جلب نماید. حاصل دروغ ها و اراجیف گمراه کننده رژیم علیه مجاهدین طی 14 دهه گذشته، قیام 28 دسامبر 2017 دی 96 بود که خامنه ای به زبان اشهر خود به نقش سازمان مجاهدین در آن اعتراف کرد و امروز نیز که فرمان افزایش حملات تبلیغاتی علیه مجاهدین را به صورتی غیر عادی صادر می کند، تلاشی برای ایجاد تردید نسبت به سازمان و نقش و جایگاه آن است.